سلام به بینندگان عزیز رویال تایم تی وی. این افتخار رو دارم که با آقای اندی امروز باشم. من انوش هستم، شما منو به عنوان مرسدس بنز، انوش مرسدس بنز شاید بشناسید، ولی مجدداً این افتخار رو دادم که با آقای اندی عزیز که همه شما آشنایی دارید با ایشون، خواننده عزیز، حتی هنرپیشه عزیز و واقعا کسی که میگن آرتیسته، اندی جان خودمونه که امشب با ماست و باهاش کار داریم. حالا سوال داریم، کار داریم، میخوایم ببینیم کجا بوده، چیکار کرده، چه برنامه‌هایی داره و برنامه‌های آینده‌ای که داره برای ایشون از لحاظ تور چیزای دیگه مهرگان پیش میاد، با ما در جریان بذارید که ببینیم که چه خبره. به هر حال خیلی خوش آمدید، با ما باشید و با آقای اندی عزیز. اندی جان سلام. خوبی انوش جان؟ قربان شما، خیلی خوش آمدید به برنامه مخصوص برای شما و برای جشن مهرگانی که داره میاد و خیلی خوشحال هستم که این افتخار رو دارم که در جنب شما باشم و صحبتی داشته باشیم و درباره کارهایی که کردی و خواهی کرد در جهان هست صحبت بکنیم. منم خوشحالم اینجا هستم. همش احساس میکنم که امشب باید یه بنز ازت بخرم. خب حالا آخرش دیگه دیل خوب میدیدم. ما که همیشه دیل خوب داریم، مخصوصا برای شما. میدونم تبلیغای رادیو تلویزیون رو میبینم. مرسی. خیلی ممنون. همه دوستت دارن. مرسی. منم همه دوستانو دوست دارم، هموطنان عزیز، و مجدداً خوشحالم که اینجا هستی. شما ماشاءالله این ورانور زیاد میری. من خبر شدم که شما دیروز نیویورک بودی. بله. درسته؟ دیروز نیویورک بودی، اومدی به کارات رسیدی، امروز هم اومدی تو استودیو با ما هستی. بله. حالا نمیگم که ترکیه بودی، چه عکسایی گرفتی، حالا ما حرفشو نمیزنیم. خب چه خبرها بود؟ چطور؟ زندگی ما همینه دیگه. واسه همینم هم بعضیا به ما میگن مارکوپولوی ایرانی، به خاطر اینکه همش تو مسافرت هستیم و ممکنه اینو به فال نیک بگیریم، به خاطر اینکه خب سفر همیشه به آدم ها خوش میگذره. منم اصولا سفر کردن رو دوست دارم، ولی بیشترش به خاطر طبیعت کارمونه، چون هموطنهای ما تو تمام دنیا پخشن، چند میلیون ایرانی شهرهای مختلف پخشن و ما مجبوریم بریم شهرهایی که ایرانی نشین داره و براشون از نزدیک بخونیم، کنسرت بذاریم، تو مهمونی‌هاشون باشیم، عروسی‌ها رو بخونیم براشون. اینه که سفر اجباریه، ولی خدا رو شکر منم مثل پدرم سفر دوست دارم و همیشه خوشحالم برای رفتن و خوشحالتر برای برگشتن بخونه. خب انشالله که همیشه سلامت و خوب و موفق باشید. پس مسافراتی که شما داشتید اخیراً و معمولاً عکسش توی فیسبوک هم هست، اینا برای بیزنس و برای کنسرت هایی که شما تشریف ببرید؟ بله، ما برای تعطیلات میریم خونه. بعضی اگه خونه باشی یعنی مرخصی گرفته. بعضی از دوستان بپرسم ببینم تعطیلات مثلا انیورسری فلان رو کجا میخوای بریم، میگم خونه، برای که ما همش مسافرتیم. البته مثلا هفته قبل که ترکیه بودیم، خب چند روزم موندیم سواحل آنتالیا، مدیترانه، لب دریا، اونجوری یه روز اینجا دو روز اونجا از سفرمون استفاده میکنیم به عنوان استراحت و تعطیلات. واسه همینم وقتی تعطیلات مجبوری برای خودمون داریم، به هیچ جایی خونه خود آدم نیست. شما درباره ترکیه صحبت کردید و لب دریا، یه عکسی ما دیدیم اندی جان، اگه میشه could we have the picture with Andy by the water؟ دارم سورپرایز میخوام بکنیم، ولی این عکسی که شما گرفتین بابا خیلی خیلی دیگه چه عکسی ببینیم، چه یه عکس، به 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 به، میگن اندی لخت شد. البته این چیزی که تو فیسبوک آورده بابا خیلی خیلی جالب، خیلی قشنگ ماشاءالله. من فکر میکنم که اینجا نوشتم آفیس من در کنار مدیترانه. خب بعد بسیار آفیس خوبه، ولی آفیسی که نه تلفن راحت و واقعا نه لباس راحت، هیچی لازم نداری. خب واقعا هم چقدر جای قشنگی اینجا، اینقدر دریاش تمیزه که تو دریا که هستی سنگای زیر آبو میبینی، آب تمیز، جای تمیز، و مهمتر از همه این که اینجا جاییه که ما میریم هموطنامونو از نزدیک ببینیم، برای اینکه
نزدیک ایرانه و مردم به آنتالیا زیاد میان، به دبی زیاد میان و اونم یکی از منافع، به انگلیسی میگن فرنش بنفیت، کارهای ما اینه که تو مسافرت هایی که برای کار میریم هموطنامون هم میبینیم، دوستامو از داخل ایران میان میبینم ایشون. خب. هم فال هم تماشا واقعا اینطوریه. مثلا هفته دیگه که میرم ارمنستان، هم الان هنوز سفر نشده، ما چند تا از دوستامون از ایران صحبت رو کردیم میان اونجا، چهارشنبه شب با این شام، پنجشنبه شب با اون شام، یعنی همش هم کار نیست، توش فان و پلیجر. خب خوبه دیگه، به هر حال میگن زندگی خیلی کوتاست، باید حد اکثر استفاده رو از این لحظات کرد. شما فرمودین تشریف میبرید برای کنسرتتون. بله، تو ارمنستان هفته دیگه 17 سپتامبر میشه تو شانگریلا که یک کازینوی خیلی خیلی قشنگیه، درست مثل لاس وگاس، حالا ممکنه از بعضی از چیزهای لاس وگاس هم قشنگتر، در وسط یروان درست کردن، برند نیو تازه است و من و لیلا فرور اونجا کنسرت داریم. پس اگه میشد منم میام. میدونی اسم من هست انوشیروان و به من میگن شما از یروان هستی، میگم نه اسمم هست انوشیروان. اتفاقا وقتی یروان میری هنوز شواهدی از ساختمان‌های قدیمی ایران هست. ایران که چون اونا هم اون دو سه هزار سال پیش قبل از عیسی مسیح ارمنی هم زرتشت بودن و خب بعد یه سالهای سالی قسمتی از ایران بوده، ساختمان‌های بزرگ زرتشتی ها رو چرچ میگن یا معبد های زرتشتی ها رو جون میبینی، جای بسیار قشنگی برای دیدن. خیلی. من وقتی میرم ارمنستان فکر میکنم رفتم ایران. واو. فقط به زبان ارمنی حرف میزنم ولی فرهنگی ایران ده و یه مقدار از لحاظ تاریخی هم شما اطلاعات خیلی خوبی دارید. متشکرم. دوست دارم. شما درباره کنسرت صحبت میکنه، اگه اجازه بدید یه دونه از این آهنگای شما رو ما بشنویم که بینندگان عزیز که منتظر باشن هم شما رو دیدن هم یه قطعه از موزیک شما لذت ببرن. با ما باشید. دنیا بشه تیره، هیچکی دستاتو نگیره، من تو رو تنها نمیذارم. از ته دلم میخونم تا ابد باهات میمونم، آره عشق مهربونم، تو رو تنها نمیذارم. بده دستاتو به دستام، توی عشق و همه دنیا، گل من نترس من اینجا، تو رو تنها نمیذارم. اگه حتی یه ستاره تو شب جایی نداره، به تو میرسم دوباره، تو رو تنها نمیذارم. اگه باز دلت بگیره، رنگ دنیات بشه تیره، هیچکی دستاتو نگیره، من تو رو تنها نمیذارم. تو میرسم دوباره، تو
تو رو تنها نمیذارم، اگه باز دلت بگیره رنگ دنیات بشه تیره، هیچکی دستاتو نگیره، من تو رو تنها نمیذارم. اندی جان خیلی جالب بود، فکر میکنم که تور نوروزی شما بود گویا. بله. که داشتید 2014 گویا. بله. شهرهای مختلف، یکیش آلمان بود، چند جا دیگه هم داشتید. بله، ارمنستان، فوتوژه ارمنستان بود. بله. مالزی و آلمان. بسیار جالب. و یک مقدار درباره این برنامه مهرگان میخواستم با شما صحبت بکنم که اینجوری که شنیدیم شما کنسرتی دارید در فضای باز و آزاد در کالج، و این در اکتبر، 4 اکتبر هستش، و اندی جان عزیز یک کنسرتی برای برنامه‌های مهرگان که سلبریت بکنیم و همه شادی بکنیم و جشن بگیریم، ایشون برنامه داره به همراه رویال تایم تیوی که همه بی‌صبرانه منتظر هستن، و از شما خواهش میکنم درباره این برنامه‌ای که تا 2-3 هفته دیگه بله انجام خواهد شد یه مقدار توضیحاتی بفرمایید. اول باید تشکر کنم از سیمین تهرانی رویال تایم تیوی که این برنامه رو هر سال اجرا میکنه و هر سالم موفق بوده. چندین هزار ایرانی همیشه برای مهرگان اول بعد برای سیمین جان توی پیرس کالج جمع میشن. امسال خب ما یک قدم وسیع‌تر داریم فکر میکنیم. درسته که فضای آزاده، درسته که تو روز از ساعت 10 تا 7 شب هست، ولی ما یک کیفیتی مثل کودک دیتر یا گریک دیتر که من 9 بار گریک دیتر بودم، بله 4 بار کودک دیتر بودم، امسال کنسرت سالمون رو انتخاب کردیم که در پیرس کالج باشه. به چند دلیل، یکی این که مهرگانه، و یه دلیل خیلی خوبیه که نمیدونم چقدر از هموطنان ما میدونن که مهرگان همون تانکسگیوینگ ایرانی هست از زمان زرتشت، و خب سیمین جان سال هاست این کار انجام میده، و خوبه که ما تونستیم هم رویال تایم تیوی رو اینجا به یک نوع دیگه پریزنت بکنیم، هم مهرگان رو معرفی کنیم به یه نسل جوانتر که خب طبیعتاً به خاطر کنسرت ما همیشه گریک تیتر و کودکی نام اومدن، و پریزنس ما تو سوشال میدیا خب جوان ها بیشتر میان، و با سیمین جان که صحبت میکردم سعی کنیم که خب بزرگترها که همیشه مهرگان جشن گرفتن و امسال هم میان و خوش اومدن، برای اینکه بهترین وسایل آسایش برای بزرگترها اونجا خواهد بود. ولی امسال ما مثل کوچلا، مثل آس فستیوال، یعنی فستیوال‌های آمریکایی فکر کردیم که نسل جدید ایرانی، نسل جوانتر ایرانی بیان و با مراسم مهرگان آشنا بشن. اضافه اینکه در کنارش کنسرت جانانه‌ای هم اونجا هست. ما بزرگترین پروداکشن داریم اونجا میذاریم با فرخایی که پروداکشن دستشه. الان 2-3 ماهی سیمین جان تو میتینگ ها هستن که بهترین ساوند، بهترین استیج رو بذاریم که بچه های ما خب انتظارشون بالاست، چون اونا فستیوال های آمریکایی میرن و اونطوری بزرگ شدن، بهترین ها رو میخوان و ما بهترین ها رو اینجا براشون آماده کردیم در کنار غذاهای ایرانی، فرهنگ ایرانی، زبان ایرانی. شما که همیشه کارتون به اصطلاح تاپ بوده، خیلی بالا بوده، و همه اون گرمی شما رو هم دوست دارن. و معمولا شما تو کنسرتاتون دوستان هست، هنرپیشه های و آرتیست های دیگه، خواننده های دیگه، گروه های دیگه. چه برنامه ای، چه تهیه دیدید برای جشن مهرگانی که در اکتبر فورت هست؟ چطور اگه میشه؟ سوال خیلی خوبیه. درسته که میگن کنسرت اندی، ولی هیچ وقت کنسرت های من فقط من نبودم، برای اینکه من با کلابوریشن خیلی میونه خوبی دارم، یعنی دوئت دوست دارم، با خواننده های دیگه خوندن دوست دارم. همیشه تو کنسرت های من کمدین ها اومدن برنامه اجرا کردن،
یا مثلا حالا یا پایروتکنیک یا مثلا رقصندایی که با اون تنوع میرقصن، همیشه یه کارهای تنوع تو کنسرت های ما بوده، more like variety show، یعنی واریته بوده. و امسال هم بیشتر از همیشه، برای اینکه روزی رو انتخاب کردیم که عده زیادی از هنرمندا تو شهر هن هستن و چون تو روزه و چون تو ولیه بچه های ما همه اینجا زندگی میکنن، پیاده هم میتونن بیان، مزاحم کارشون نیست. و خیلی از هنرمندا با من صحبت کردن که بیان با من یه آهنگ دو آهنگ بخونن. خب مسلماً شینی همسر من همیشه اونجا بوده، ولی الان سپرایز ها رو نمیگیم، ولی میزنیم لحظه آخر، ولی چندین و چند خواننده های خوب ایرانی اونجا خواهند بود. یک به خاطر مهرگان، چون من دلم میخواد این مهرگان بهترین و بزرگترین باشه. دو، خب بالاخره اسم منه، کنسرت منه، زحمت میکشیم، دلم میخواد که بهترین باشه. سه، به خاطر اینکه امسال برای اولین بار با سیمین تهرانی و رویال تایم تی وی کار میکنیم، دلم میخواد بهترین باشه، چون سیمین واقعا سال هاست به ما ایرانی ها خدمت میکنه و بهترین برنامه رو ساخته. دلم میخواد این هم جزء یکی از بهترین برنامه هاش باشه. درسته. من اگه خاطرتون باشه برنامه های 13 به در با رویال تایم تی وی داشتم و خیلی هم برای شرکتم خوب بوده و دوستانی که اومدن شرکت کردن لذت بردن، چون فقط یه چیز، یه موزیک نیست که بیاین بزنین برین، یه پروداکشن چیزی هست که هم هموطنان عزیز میان از موزیک و شو لذت میبرن و هم غذا و هم اینکه دور هم هستن و سلبریت میکنن. حالا 13 بدن نوروز خودمون، این دفعه هم که جشن مهرگان همونجوری که فرمودید مثل تنکسگیوینگ، مثل شکرگزاری هستش و شما فرمودین دوستان میتونن پیاده بیان و اینجوری که من شنیدم از خانم تهرانی که این پارکینگشون هم گویا مجانیه. بله. و حالا اگه با دوستان میان میخواییم پارک بکنین، پارکینگ مجانی در پیرس کارلیج 4 اکتبر. بله. برنامه هست و ما بی صبرانه منتظر هستیم. اندو جان، مرسی. این ادوانتجی که امسال ما داریم، معمولا 13 به درا توی پارکیه که به قول ما ایرانی میگن در و پیکر نداره، این در و پیکر داره. این یه کالج معروف و مهم شهره، جای قشنگیه، جای تمیزیه، ساختمونای قشنگ داره، ارگنایزیشن داره و واسه همین هم جای خیلی مناسبیه برای ما ایرانی ها و من حقیقتش برای اون انتخابش کردم، چون جای مناسبیه. جالب این که این بار چون تو کالج آمریکایی، آمریکایی هم زیاد میاد، میان بله، دوست دارن اصولا، خب اونا موزیک ما رو دوست دارن و غذاهای ما رو دوست دارن و به نظر من امسال متفاوت تر از هر سال خواهد بود. دوست دخترای تو دراز تو فعلا تو صف وایسید تا آره. خب من خودم همینطور که میبینی هیجان زده هستم برای این برنامه و با یه ارکستر 12 نفره داریم به پیشواز مهرگان میریم و خودم هم چون این مراسم رو دوست دارم خیلی زودتر میرم اونجا، اولا که با یه خوره با مردم باشیم، خوشبش بکنیم، عکس بگیریم. شما هم که شخص بسیار خونگرمی هستید، میدونید و ایشون اندی جان وقتی کنسرت یا جایی میره اینجوری نیست که من اومدم رو صحنه بخونم برم، آدم لذت میبره وقتی که ایشون میاد. اصلا قبل از اینکه برنامه شروع بشه با همه صحبت میکنه، خوشو بش میکنه و خودمون اصلا پارتی گرم میکنه قبل از اینکه شما بریم پای سن. حال من هم مثل پدر مادرم مردم رو دوست دارم، یعنی تو این کار باید مردم رو دوست داشته باشی، وگرنه نباید تو این کار باشی. و همونقدر که مردم میخوان بیاد ما رو ببینن، منم دلم میخواد ببینمشون از نزدیک. و تو یه خانواده هم میان، اومخیش هم میان، اون یه جاییه که همه میتونیم دوره هم باشیم. باشه. هم موزیک هست، هم غذا هست، هم هوای خوب لس آنجلس. واسه همینم هم اینجا رو انتخاب کردیم، چون کنسرت های ما معمولا خیلی گرونن، بلیط های 100 دلاری و 200 دلاری اینا، اینجا بلیط فقط 20 دلاری، خانواده هم میتونن افورد کنن. خب البته دلیلش چیز، نتیجهش هم اینه که هم من هم سیمین
پول کم در میاریم، ولی اشکال نداره. ولی من اینجوری که متوجه شدم، چون اینجوری که سیمین خانم میشنم و شما رو میشناسم، درسته که خلاصه خرج باید در بیاد، ولی بله. موضوع این بودی که سلبریت باشه، جشنی بله. باشه که همه لذت ببرن. خب شاید تعدادی از هموطنان عزیز نتونن بیان کنسرت شما مثلا بله. $100 بدن، ولی اینجوری یه حالت خانوادگی داره بله. میتونن بشینن و از فضای باز استفاده بکنن و از شعای شما لذت ببرن در اکتوبر 4 در جشن مهرگان. Looking forward. بله. با اجازه شما یه مقدار فوتیج هست که درباره جشن مهرگان تهیه شده. آقای علی لطفاً اون فوتیج رو برای ما بذارید. با ما باشید. رویال تایم تیوی با افتخار تقدیم می‌کند جشن مهرگان، جشن شکرگزاری. پس از 2500 سال جشن مهرگان در آن سوی اقیانوس‌ها پرشکوه تر از همیشه با اندی. پس از ده ها کنسرت باشکوه در گریک تیتر و کودک تیتر، این بار اندی با حضور هزاران هموطن ایرانی مهرگان را باشکوه تر از همیشه جشن می‌گیرد. یک شنبه 4 اکتبر از 10 صبح تا 7 شب اندی به همراه داغ‌ترین دیجی های لس آنجلس و بزرگترین گروه رقص شرقی پیرس کالج را به هیجان در می‌آورد. یک شنبه 4 اکتبر پیرس کالج میزبان ایرانیان می‌باشد. جشن مهرگان، روز شکرگزاری، روز عشق و دیدار. یک شنبه 4 اکتبر پیرس کالج میهادگاه عاشقان ایران، روز جشن و پایکوبی با اندی. اندی چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم. تلفن اتصالات 818-407-7770. مجدداً بینندگان عزیز خوش اومدید به برنامه اسپشیالی که داریم با اندی جان عزیز از طرف رویال تایم تی وی به خاطر اندی جان و برنامه جشن مهرگان که 4 اکتبر انجام خواهد شد. با اندی جان صحبت بود درباره مهمونایی که دارن برای اون روز. همینجور که من اطلاع دارم شهردار لس آنجلس میاد، کانسلمن داره میاد و کانگرسمن داره میاد و شخصیت های خیلی بالایی که در کالیفرنیا هستن، در لس آنجلس هستن میاد و از همه مهمتر عزیزان ما، هموطنان ما که در لس آنجلس هستن و شاید از جای دیگه تشریف بیارن برای این برنامه بخصوصی که برای جشن مهرگان هست. حالا من یه خود قضیه رو بیزنسی تر میکنم به خاطر اینکه خیلی مهمه که بیزنسمنای ایرانی با این مسئله کنار بیان. ما یه قومی هستیم که تا حالا همیشه در تاریخمون مجوریتی بودیم، اکثریت بودیم در ایران. هیچ وقت انقلاب نداشتیم که مثلا هزارها نفر، میلیون‌ها نفر برن یه جای دیگه زندگی کنن. بره. اولین باره. خیلی چیزها رو ما تو آمریکا یاد گرفتیم. یکی از مهمترین چیزایی که تو آمریکا یاد گرفتیم اینه که تنها راهی که ما هویت ایرانی بودنمون رو حفظ می‌کنیم همین کنسرت‌هاست، جشن‌های عروسی، گادرینگ. بله، همین است یادم. بله. چه چیزی بهتر از این که الان ما شاهد هستیم که اینجا هزارها نفر ایرانی میاد و پارتی میکنن، غذا میخورن، میرقصن، موزیک گوش میکنن و در کنارش کانسلمنا، کانگرسمنا، شهردار، آمریکایی ها میان نگاه میکنن میگن این ایرانی ها چقدر باحالن. چقدر آدم های فانی هن. چون در سطح پولیتیکس دنیا، سیاست دنیا که نگاه میکنی همیشه پروپاگاندا بر ضد ما ایرانی هست، همیشه منفیه که ما دارکیم و جنگ دوست داریم و حالا دیگه کلمه های دیگر استفاده نمی کنم، ولی خب به من بر می خوره. من دلم می خواد آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها وقتی میان بین ما ببینن که ما چقدر آدم های فان، دختره خوشگل، پسرهای خوشدیب، غذاهای خوب، رقص و شادی از صبح تا شب، دعوایی نشده اینجا، همه چی مثبته. پس این ایرانی‌ها کجا بودن ما ندیدیم؟ من فکر می کنم که بیزنس منای ما
باید، حالا من ماست که میگم انگلیسی میگم، به فارسی خورده خوب به نظر نمیاد، ولی ماست سپورت such an event. چرا؟ برای اینکه وقتی بیزنسمن ها میان انرژی و اینوستمنت میارن تو این دور برنامه ها، برنامه های ما بزرگتر میشه، لایتینگمون بهتر میشه، غرفه هامون بیشتر میشه، تعداد آپشن غذاها بیشتر میشه، قیمت های بلیت میاد پایین، مردم افوردبل بیشتر میتونن بیان، کنسرت کوالیتیمون میره بالا، چون ما دستمون پره میتونیم خرج بکنیم. همه اینا چی رو نشون میده؟ فرهنگ ما رو میبره بالا که اون خارجی هایی که اومدن میگن به ایرانی ها چقدر باحالن، چقدر خوبن، پس بریم از این ایرانی مرسدس بنز بخریم با قیمت مناسب، بریم وکیل ایرانی بگیریم، چون اینا به به آجاد آدم های مثلا مترقی متمدن. ببین در نتیجه تمام اینا این انرژی ها به همه کمک میکنه، به بیزنس ها کمک میکنه، نه فقط به اندی که اونجا وایساده میخونه. من یک وسیله ایم برای ارائه موسیقی و فرهنگ مثبت و شادمون در یک جای، نه ما همه بیزنسمن های لس آنجلسی باید از این جا، از این مسئله استفاده کنیم، خودمون رو پروموت کنیم. درست. امروز داشتم با سیم اینجا صحبت میکردم که عده زیادی که غرفه ها رو الان خریدن فقط به بیزنس خودشون کمک نمیکنن، دارن به بیزنس همه ما کمک میکنن. چون وقتی غرفه ها بیشتر میشه، فان بیشتر میشه، آپشن بیشتر میشه، مردم بیشتر میان و به خاطر غرفه تو ممکنه اومده باشن، ولی از غرفه بغلی هم خرید میکنن، بعد میان موسیقی منو گوش میکنن، میان روی اینترنت از آیتون آهنگ منو میخرن. It's a win-win situation برای همه. واقعا درست فرمودید طبق معمول. و اینه که میفرمایید که دوستان عزیز دوست دارن با ایرانی ها کار بکنن، با هموطنان ها کار بکنن، واقعا برای من که سرکار هستم و دوستان میان میگن که ما میخوایم با هموطن کار کنیم، بیزنسمون رو بدیم به یه هموطن، اون حالا هر چقدر من بخوام براشون بهترین کار رو بکنم، منو وادار میکنه که یه پله دیگه بالاتر برم که دیساپوینمنت نشه. یعنی نگن که آه اومدیم اینجا ایشون کاری که باید میکرد نکرد، ولی تا اونجا که در حد آدم باشه انجام میده. و من خودم خیلی خوشحالم که این اپورتونیتی رو داشتم که تو این موقعیت باشم که با هموطنان عزیز، همزبونای عزیز کار بکنم و جامعه ایرانی رو به صورت پیشرفت بیاریم جلو و هممون افتخار بکنیم که میکنیم که ایرانی هستیم و این برنامه رو انجام میدیم. مسلمن حالا در نهایت ما ایرانی ها وقتی دور هم هستیم قوی تریم، یعنی اتحاد باشه بسن. شما ایتالیایی ها رو نگاه کنین، گریک ها رو نگاه کنین، آیریش ها که اصلا این مملکت رو ساختن، آمریکا رو ساختن، خواننده هایی که تو از بین ایتالیایی ها اومدن بیرون، فرانک سیناترا ها، ممکنه در نهایت همه بگن خواننده آمریکایی، ولی اون جامعه ایتالیایی این خواننده رو درست کرده. یا هنرپیشه‌های معروف آیریش که تو آمریکا همه میگن آمریکایی، ولی آیریشا آوردنشون. ما وقتی دور هم جمع میشیم همدیگر رو هر میدیم جلوتر، حالا یا خواننده‌مونه، یا وکیلمونه، یا دنتیستمونه، دکترمونه، سیلزمنمونه، ماشین میفروشیم، هر چی میفروشیم، ما وقتی دست به دست هم میدیم همه پیشرفت میکنیم، قوی‌تر جلو میریم. درباره اینکه با هم دیگه باشین صحبت شد، با هم دیگه هستیم و الان میخوایم یک ویدیو دیگه نگاه بکنیم از موزیک آقای اندی جان. اتاق فرمان لطفاً یکی از آهنگای شما رو لطفاً بزن که دوستان لذت ببرن. با ما باشه.
شهید بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من، گل پونه گل من نگی بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. پونه من تو رو به هیچ قیمتی از دست نمیدم، تو فقط مال منی، تو رو به هیچ کس نمیدم، میدونم خدا تو رو واسه دل من افتارید، حتی اگه خدا بخواد تو رو بهش پس نمیدم. گل پونه گل من نگیر بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من، گل پونه گل من نگیر بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. من عزیز دردونه، خدا مثل تو فقط تو دنیا ساخته یه دونه، میده نقشی توی جمع عاشق برات فرابونه، اما تو مال منی تموم دنیا میدونه. گل پونه گل من نگیر بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من، گل پونه گل من نگیر بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. ویدیو خیلی جالبی بود، اون خانمه اینقدر لغت میزد، خوب شد مرسدس بنز نبود. نه اتفاق خوب شد گفتی، ویدیوی بعدی باید یه مرسدس بنز بحال بدی ازش، باید یکم بیشتر جا داشته باشه که این خانمه تو جا میگیره، پس دودن نمیتونه. نه بله، باید یه دونه مای باک بگیریم از این ماشینه بزرگ. من یک سوالی داشتم، چون برای خودم این مسئله پیش اومده بود که هنوزم هست. ما هممون فیسبوک داریم، اینستاگرام داریم، به عنوان سوشال میدیا این کامیونیکیشن، این صحبت هایی که میشه، حالا عکس باشه، برنامه باشه، اگه مثلا مرسدس بنز چی داره میاد یا نمیاد، ما اینا رو معمولا به انگلیسی میذاریم، چون من تو کار اتومبیل که هستم تو رادیو تبلیغات میکنم، ولی این جوانا به رادیو به اون صورت گوش نمی کنن که حالا مثلا KIRN باشه یا همراه. اینا رو من از طرف فیسبوک یا اینستاگرام سعی می کنم سوشال میدیا که بیارم آشناشون بکنم که چه خبرهایی هست، چه برنامه‌هایی هست. و بعضی از دوستان میگن که این چرا به فارسی نیست. حالا اون یه برنامه دیگه است. من میدونم شما تو فیسبوکی که دارید فارسیه، ولی اینستاگرام اینا مثلا انگلیسیه. شما با این برنامه سوشال میدیا چجور تا میکنید؟ نظرتون چیه؟ سوال خیلی خیلی خوبیه و هر چقدر راجع به این موضوع حرف بزنیم کمه، ولی ما از این فرصت استفاده میکنیم و یه خورده بیشتر توضیح میدیم، چون مخصوصا بچهای ما در داخل ایران این سوال براشون همیشه بوده. جوابش زیاد ساده نیست، ولی من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم جواب بدم. اینستاگرام الان خیلی پاپیلرتره در دنیا. بله. و برای ما ایرانی ها فیسبوک پاپیلره. درسته که تو ایران الان اینستاگرام داره جا پیدا میکنه، ولی هنوز فیسبوک حرف اولو میزنه. برای همینم من فیسبوکم رو به فارسی و انگلیسی حتما مینویسم. چند نفر دارم به من کمک میکنن تو اون کار، همیشه هرچی به انگلیسی پست میکنیم به فارسی هم پست میکنیم. ولی طبیعت فن بیس ما، کسایی که موزیک ما رو گوش میکنن، یا بهتر بگم هدف من، چون معرفی موسیقی ایرانی به دنیاست، در نتیجه ما همیشه دنبال غیر ایرانی ها هستیم که بیان از سوشال میدیای ما دیدن بکنن، آهنگای ما رو گوش کنن، با ما بیشتر آشنا بشن. و خب دنیا بیشتر با زبان انگلیسی آشناست. اگر من چینی هم بلد بودم چینی هم می‌نویسم اونجا، ولی انگلیسی رو همه میتونن بخونن. خب یه عده زیادی فن بیس ما ارامنه هستن، به خاطر اینکه من ارمنی ایران هستم، ولی خب ارامنه کشورهای مختلف موسیقی من و موسیقی ایران رو گوش میکنن و
برای اینکه اونا بفهمن ما چی میگیم باید انگلیسی بنویسیم و خب این اواخر من موفقیت های خیلی خوبی داشتم در بین غیر ایرانی ها با آهنگ بانجووی یا با کنسرت هایی که تو کشور روسی، ازبکستان، تاجیکستان، خود موسکو، ارمنستان، حتی ترکیه وقتی کنسرت میریم. الان عده زیادی از ترک ها میان کنسرت ما رو ببینن، خب هیچ کدوم فارسی بلد نیستن و باید به انگلیسی با اونا کانکت بکنیم، رابطه برقرار بکنیم. برای همینم اینستاگرام رو بیشتر ما به انگلیسی نگه میداریم، ولی فیسبوک رو ترجمه فارسیش هم حتما انجام میدیم. یک دلیل خیلی خیلی مهمتر که من دلم میخواد بچه های داخل ما ایران هم میگم خیلی باهوشن و من فکر میکنم باهوشتر از نسلهای قبل. یکی از دلایلش هم همین سوشال میدیا و اورنس، آگاهیه که به خاطر این دروازهایی که باز شده تو خونه هر کسی الان یه کامپیوتری هست که روشن میکنی وارد دنیا میشی. ما یه زمانی که ایران بودیم تلویزیون رو باز میکردیم از طریق یه دونه دو تا کانال وارد یه چیزایی تو دنیا میشدیم، ولی الان بچه های ما تو کوچکترین شهرهای ایران هم کامپیوتر رو باز میکنن، تمام دنیا رو میبینن، در نتیجه روشنفکترن، آگاهترن و من امیدوارم که حرفای منو خالصانه و بی‌غرض قبول میکنن که وظیفه منها که تو آمریکا زندگی میکنیم اول به بچه های ایرانیه که خارج از ایرانن. بچه های ما الان میلیون ها اگر نباشن صدها هزار در خارج از ایران به دنیا آمدن و ولی میخوان ایرانی باشن، ولی چون کلاس فارسی نرفتن، فارسی نوشتن و خوندن بلد نیستن، ولی دلش میخواد موسیقی ایرانی گوش کنن، آرتیست های ایرانی رو دنبال میکنن، میخوان بچه های داخل رو ببینن، بشناسن، عکساشون رو ببینن، ویدیوهاشون رو ببینن، ولی فارسی بلد نیستن. پس چجوری باید با اونا کامیونیکیت کرد، رابطه برقرار کرد؟ به انگلیسی. یعنی میتونن صحبت بکنن، متوجه میشن فارسی، متاسفانه نمیتونن نوشتن بلد نیستن. در نتیجه ما اگه فقط فارسی بنویسیم تمام بچه های ما که خارج از ایران هستن نمیفهمن چی میگیم و مسئولیت من نسبت به اونا خیلی مهمتره. اگر من میخوام اونا رو ایرانی نگه دارم باید به زبون خودشون که انگلیسیه بهشون بگم صحبت. موسیقی ما چیه، غذاهای ما چیه، دخترهای ما خوشگلن، بیاین کنسرت های ما ده. اگر میخواین با ایرانی ازدواج بکنین، اگر میخواین بدونین داخل ایران چه خبره، سوشال نتورک ما رو نگاه کنین ده. ما ویدیو قبلی من تو ایران ساخته شده. به هر ترتیبی ما سعی میکنیم بچه هامونو در خارج از ایران ایرانی نگه داریم، تنها راهش هم به زبون انگلیسیه. پس بچه های داخل منو باید ببخشن یا ماها رو باید ببخشن اگر ما سعی میکنیم که بیشتر به طرف بچه هایی که خارج از ایران هستن نه رابطه برقرار کنیم، ولی بیشتر کیتر نمیدونم به فارسی میشه چی، ما داریم سعی میکنیم که یه جوری عمل کنیم که نشون بدن بچه ها بدونن ما راجب چی حرف میزنیم، چی داریم میگیم. مثلا من رفتم ارمنستان کنسرت، اگر اونجا بنویسم بله رفتم بچه های داخل رو ملاقات کردم، اینم عکسای پدرام، این عکسای محمد رضاست اینا، خب اونا خوشحال میشن خبرها رو ببینن، ولی اگه فارسی بود نمیفهمیدن چی میگم. پس مجبورم به بچه های خارج از ایران انگلیسی بدم که اونو بیشتر از طریق اینستاگرام انجام میدیم. برای بچه های داخل ایران که همه میدونن من عاشقشونم و هر بار میرم کشورهای کنار ایران ساعتها و روزا اونجا میمونم با بچه ها رابطه برقرار میکنم. الان صدها هزار دوست از داخل ایران دارم، برای اینکه هر بار دوستای تازه پیدا کردم، اونا میدونن که من دوستشون دارم. فقط بعد منو ببخشن، چون اونا فکر میکنن گهگاهی من فارسی یادم رفته، بلد نیستم، مثلا پارسی بدار. بله من میدونم، منم فارسی بلدم، منم عاشق زبان فارسی هستم، هم نوشتن هم خوندن و بلدم، تو ایران هم شاگرد اول ریاضیات بودم. ولی این بلنس رو ما باید یه جوری نگه داریم که هم بچه های داخل راضی باشن که
اون فیسبوک خواهد بود، هم بچه های خارج هستن. که اون اینستاگرام بسیار خواهد بود. خوب اندی جان عزیز، اونایی که شما رو میشناسن میدونن که شما از لحاظ حسن نیت و عشق به ایران و جامعه ایرانی رو دارید. حالا اگه انگلیسی هم بنویسین فکر نمی کنم که به دل بد بگیرن. آره ما توضیح باید بدیم. بله به حال خیلی ممنون. تلویزیون سیمین برای توضیح دادن. به حال با قول یارو don't take it personally. شما نه اینکه چرا اینا مثلا نمیخوان از ایران اومدن بیرون دیگه خارجی شدن فراموش کردن دیگه خارجی اینا. متاسفانه یه محدودیت های هم اینجا هست که ما باید زیر نظر داشته باشیم، ولی ما همه ایران رو دوست داریم و تمام ایرانی ها رو دوست داریم و خون ایرانی داریم 100%. و در کنار اون ما الان توی یه مملکت آزاد زندگی میکنیم، مملکتی که هر کاری میخوایی میتونی انجام بدی، میتونی توش کنسرت ایرانی بذاری، مثل ده. الان همه شهرهای آمریکا میریم کنسرت ایرانی میذاریم، فارسی میخونیم، هر کاری میخواییم میتونیم انجام بدیم. پس این مردم ببین چقدر خوبن که به ما این آزادی رو دادن و بیشترشون دلشون میخواد با ما دوست بشن، میخوان بیشتر با ما آشنا بشن، بیشتر با فرهنگ ما آشنا بشن. و تنها راهش اینه که باشون بتونیم کامیونیکیت بکنیم، باید به انگلیسی حرف بزنیم که بیشتر خارجی ها بیان به وبسایت های ما، به سوشال میدیای ما با ما آشنا بشن. و این آشنایی هم برای طرز فکرشون نسبت به ایران خوبه، هم برای بیزنس های ما خوبه. به خوبه که اونا بیان بدونن ما وکیل داریم، مهندس، بهترین مهندس ها رو داریم، بهترین دکترها رو داریم، در نتیجه بیزنس های ما هم پیشرفت خواهد کرد. با اجازه شما یکی از ویدیوهای دیگه شما رو میخواییم با بینندگان عزیز در چیز بذاریم. لطفاً اتاق فرمان، لطفاً یکی از ویدیوهای اندیجان رو بذارید که یه انرژی با ما باشه. بینندگان عزیز رویال تایم تیوی مجدداً خوش اومدین. مصاحبه دارم با اندی جان درباره برنامه‌ای که ایشون داشتن و درباره اکتبر فورت که مهرگان هست یه مقدار صحبت کردیم و همچنین سوشال میدیا. و من میخواستم از اندی جان درباره برنامه آینده که کنسرت هایی که شما در پاریس خواهید داشت، برنامه‌ای که دارید،
توضیح بدین برای بینندگان عزیز، اونایی که دوست دارن اگه اون طرف ها هستن بیان شما رو ببینن، لذت ببرن از کنسرتتون. خوب شد پرسیدی، برای اینکه خب تلویزیون رویال تایم تی وی همه جای دنیا پخش میشه. بله. ما ازشون سوء استفاده بکنیم تبلیغ کنسرتامون. اتفاقا شما میفرمایید تو ایران پخش میشه، برنامه منم هست و گزارشات میرسه، میگن انوش برنامه اینجوری بود اونجوری بود، گلت این دفعه زرد بود اون دفعه قرمز بود، بعد سبز شد چی شد فلان اینا. و خوبه که این بینندگان عزیز این اپورتونیتی دارن که بتونن برنامه ها رو از اینجا ببینن. بله. و برنامه‌ای که ما میذاریم برای بینندگان عزیزی که اینا لذت ببرن، همه هموطنان، درباره برنامه‌هاتون لطفاً. دفعه قبل که اتفاقا اینجا بودم منوش جان، با سیمین جان مصاحبه داشتیم، نه تنها فقط از کانادا و آمریکا زیاد تلفن اومد با مردم صحبت کردیم. بله. یه مقدار زیادی هم از شهرهای مختلف ایران بود و من واقعا تعجب کردم که حتی شهرهای کوچیکتر، البته من چیز دیشا رو زیاد آشنایی ندارم باش، ولی رو هر دیشی سیمین جان هست پس همه جا دیده میشه و خب خوشحالم. این یه راهیه که ما تورامونو میتونیم به مردم معرفی کنیم، چون بعضی شهرها واقعا تلویزیون ندارن که ما بریم اونجا تبلیغ کنیم که کنسرت داریم اینا. اینجا تو لس آنجلس تو یه تلویزیونی تبلیغ میکنیم و همه جای اونجا تلفن میشه. میفهمن. این هفته من میرم ارمنستان. بله. چند روزی ارمنستان هستم. یک برنامه خیلی جالبیه که تلویزیون تپش ارگانایز کرده اونجا و شب نشینیه با شام و کراوات و پاپیون و خیلی شیک. خیلی پس خیلی رسمی. خیلی رسمی تر از همیشه، چون ارمنستان همیشه کنسرت های استادیوم مانند بوده وایسادنی و این دفعه یه جای خیلی شیکه مثل لاس وگاس، یه کازینوی معروفی اونجا شانگریلا که اونجا برنامه داریم من و لیلا جان 17 سپتامبر که میشه هفته آینده. بعد برمیگردم یکی دو هفته اینجا هستیم و تمرینای کنسرت 4 اکتبر که برای من واقعا اون روز خیلی خیلی مهمیه و من دلم میخواد که، چون همیشه لس آنجلس یه جرقه ایه که وقتی میزنی همه جای دنیا لایتشو نورشو میبینن، پس در نتیجه باید لس آنجلس بهترین جرقه بزنیم و ما این آمادگی رو داریم تو پیرس کالج که وسط لس آنجلس، وسط ولیه و بیشتر ایرانی هم در ولی هستن و از جای دیگه هم میان اینجا، از جای دیگه من الان مثلا بدونن شما اینجا هستن میان میون کلامتون. اندی جان تلفنی هست نمیدونم از ایران یه جای اگه دیگه اگه طلبکاران جواب آره بالا یه رو بعدا معلوم میشه. الو رویال تایم تی وی، انوش هستم، با آقای اندی بفرمه. درود بر شما جناب آقای انوش و درود به آقای اندی بسیار نازنین. خیلی از شما متشکرم که آقای اندی رو دعوت کردین. خیلی ممنون از برنامه قشنگتون. من از سان فرانسیسکو تلفن میکنم. در درجه اول خواستم به آقای اندی تبریک بگم به عنوان یه خواننده ارامنه. ما خواننده زیاد داریم. His personality is number one. We have the best. We don't need the rest. مرسی. شاد لابونا. شنو آقای مرسی. His personality. God bless him. I mean, I'm calling from San Francisco. I am Armenian, but definitely I will come for Jashn Mehregan. It's a 14 of us. Maricar. Maybe shot Shnor Havarume. Merci. But shot not personality. Shnor Kitu for Armenis Lavane. Merci. Farsi begin, man, I'm befam. Dari Pursani to Arpa. Farsi begin, man. Farsi begin, man. جناب آقای انوش بسیار مردم دوست داشتن. He is supporting all Armenians, all Iranians, any nationality. God bless him and his wife. And he was singing my cousin's wedding. I know his wedding anniversary is 10 of November. I said that give it to your wife. Thank you. Voice is stunning, but
personality, yes. You are a businessman. It's very, very okay. important. Balance. And personality is the top of the line. Thank I you. Don't care. All of them, they are nice, but we love Andy. Thank you. We don't think by God. Shnagal. Thank you. And he has a nice voice. God bless. Merci. خیلی ممنون از تلفنتون. شبتون بخیر. تشریف بیارید خوشحال میشم. مرسی شبتون بخیر. مرسی. چقدر خوبه که الان سان فرانسیسکو صدای ما رو میشنوه. بله خب شما فرمودین شهرهای مختلف تا تو ایران اینجام ثابت شد. حالا ایشون ارمنی صحبت میکردن. جالب اینه که من اسمم هست انوش روان. خب شورتش کوتاهش هست انوش. بله. خب بعدن خیلی از دوستان ارامنه فکر کنم من ارمنی هستم. حالا انوش به ارمنی میشه شیرین سویت. بله. بعد به من میگن که شما ارمنی هستین، میگم من ارمنی نیستم ولی آدم شیرین میگم با نمک میگن شیرین بدون شهری اینو که همه میدونه. بله به حال آره داشتیم صحبت میکردیم راجع به این که تو این تورا وقتی میاییم مهمترینش واقعا نه اینکه شهرهای دیگه مهم نیستن ولی مهمترینش لس آنجلس. چرا؟ برای اینکه اینجا سپانسرهای زیادی داریم و در نتیجه هزینه بیشتری دستمون است که کنسرتمون بزرگتر باشه، پروداکشنمون بزرگتر باشه و گروه خرج گروه میتونیم بکنیم، خرج دستگاه بیشتر میتونیم بکنیم. سیستمی که استفاده میکنیم چندین هزار نفر معمولا این برنامه های مهرگان رو میان، بزرگترین ساوند سیستمی که میشه با این بودجه درست کرد. ما داریم با آقای فرخ آهی فرخایی کار میکنیم برای ساوند. بله و ایشون که همه میشناسن واقعا. بله. فعالا در باره بله. موزیک و همه چیز شد و برای هم تیم رو گرفتید. داریم سعی میکنیم برای اینکه ما چندین سال تجربه در گریک تئاتر و کودک تئاتر داشتیم و امسال تنها فرقش همون فضای آزاد خواهد بود، وگرنه از لحاظ پروداکشن درست مثل سالهای قبل داریم حسابی خرج میکنیم و حقیقتش اینه که عجیب خودمون خرج نمیکنیم. سپانسرامونن که کمک میکنن و هنوزم جا داریم که عده بیشتری برکت زیاد بشه، واقعا خرج بیزنسشون آره خدا کنه بیزنسشون بیشتر بگیره، بیان اونجا بیزنسشون تبلیغ بشه و اومدنشون کمک میکنه که ما سرویس بهتری به مردم بدیم، ایرانی بدیم. با اجازه شما خط بعد رو بگیریم. رویال تایم تیوی انوش هستم، با آقای اندی بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، شب شما بخیر. خوب هستید انشاءالله. بفرمایید جان. ممنون، قربان شما. من خانم شهزانی هستم. هفته پیش عروسی پسرم بود، سیاوش تهرانی و رامینا. آه بله بله میشناسم اتون. بله آقای عزی اومدم بسیار گرم کردن عروسی رو. مرسی. خواستم ازتون تشکر کنم. مرسی. همینجور که میگفتم من دفعه اول حضوری شما رو میدم، همینطور که گفته بودم شما بسیار مرد نازنینی هستیم. ممنونم. مرسی. مردم دار خوب همه ایشالا همیشه موفق و سالم باشه. ممنونم ازتون. حالا که زنگ زدی و چقدر خوشحالم صداتو میشنوم و چقدر عروسی خوبی بود. ما عروسی زیاد میریم و معمولا هم عکسای عروس و داماد رو تو اینستاگرام میذارم و ده. تمام دنیای حداقل دنیای ما عکسا رو میبینن و اینقدر مردم تعریف کردن، گفتن چقدر عروس داماد خوب و خاکی و خوشحال و ده. چون عروسی زیاد میریم ولی ده. همه عروس دوماده با عشق ازدواج نمی کنن متاسفانه. یهگاهی وقتی مردم این عکس ها رو میبینن احساس میکنن چقدر این عروس دوماد خوشبختن که با عشق دارن ده. ازدواج میکنن و من خانم تهرانی شما رو خوب یادم، تمام شب رقصیدین و از خوشحالی از خوشحالی شب زندگی پدر مادر عروسی پسرش یا دخترش هست واقعا من خوشحال بودم و من از شما ممنونم که منو دعوت کردین برای اینکه من میدونم که عروسی مهمترین شب زندگی یه عروس داماده و البته پدر مادراشون و اینکه منو انتخاب کردین که تو اون شب در خدمتتون باشم برای من اینقدر مهمه. من این قضیه رو اینقدر جدی میگیرم که خودتون شاهد بودین، من تمام روز اونجا ساوند چک کردم چون دلم میخواست آقای اندی بله. باورتون نمیشه سیاوش و رومینا میگفتم فقط آقای اندی. فقط آقای اندی. ممنونم و خدایی شما سمیتا
تمام گذاشتیم. بازم خیلی ازتون ممنونم. مرسی. سلام برسونیم به بچه‌ها. شبتون بخیر. مبارکتون باشه و ارشدیم ما ان شاءالله به خوبی و خوشی به پای هم پیش بریم. چه سورپرایز خوبی بود. خط دوم رویال تایم تی وی انوش هستم و آقای اندی عزیز بفرمایید خواهش می‌کنم. الو من؟ الو بفرمایید رو خط هستید. بفرمایید خواهش می‌کنم. الو سلام. سلام. ببخشید من انقدر هیجان زده شدم اصلا نمیتونم حرف بزنم. شما یه نفس بکشید ما هم وقت داریم. بفرمایید سوالتون چی هست خواهش میکنم. بفرمایید. هیچ اصلا انتیو دیدم باور کنید اصلا یه بیزوق زده شدم همچنین الان اتفاقی تلویزیون روشن کردم. من تقریبا 7-8 ماه اومدم امریکا. باریکلا اصلا فکر نمیکردم هیچ، یعنی همیشه آرزوم بود که این اندی رو ببینم از نزدیک. مرسی. و الان دارم تو بار حرف میزنم اصلا باورم نمیشه. اسمت چیه؟ من هلن هستم. هلن کجا هستی؟ کدوم شهری؟ من الان اومدم مسافرت، اومدم میشیگان ولی کالیفرنیا میشینم. اوکی خب چقدر خوشحالم. من اول یه سلام به هلن انجام بدم که بدونی این حقیقیه و ریکوردد نیست. بله. خوش اومدی به آمریکا انشالله. خوبی؟ من الان صدای اندین نمیشنوم. پس چرا صدای من نمیشنون؟ نمیشنوید؟ ممکنه دیلی داریم؟ بله ممکنه یکم دیلی هست چون این الان به عنوان زنده پخش میشه. به هر حال ایشون شما صدای آره. شما رو میشنون. آره. خیلی مشکرم. باید از تلویزیون ببینی ولی بله. ولی از تو تلفن که صدای منو میشنوی نه؟ میدونی اندی من وقتی ایران بودم از یه خود با تأخیر. آها اوکی. وقتی که من ایران بودم یعنی اصلا فکر امریکا نمیدونستم که اصلا چجوری میتونم بیام اینجا. یه شبه یه دفعه اومدم و همیشه اونجا به دوستان به خانواده مثلا بچه ها همیشه میگفتم که من یه جوری عروسی میکنم که اندی تو مراسم من هست. اوکی. همیشه بعد الانم که اومدن امریکا بعدا مجرد هم شده. نه نه خواهش کنم همیزم به دوستان یه شدی شاید میشه این اندی تو انشالله یه روزی و به زودی ازدواج میکنی به من زنگ بزن با کمال میل در خدمت هست. الان که خیلی به نزدیک شدم الان یعنی داره باورم میشه. خب هیچی بعید نیست. بعید نیست. خیلی هم خوشحال میشیم. خب هلن خانم شما میتونین چهار رو همیشه خوشتی بود همیشه اصلا از سبک صدات صدات خیلی مخصوصه. مرسی. همیشه من میگم یه فرم خاصیه صدات. ممنونم ازت. مرسی. هلن خانم شما میتونید اگه دوست داشتید 4 اکتبر تشریف بیارید لس آنجلس پیرس کالج. ایشون کنسرت مخصوصی دارن برای جشن مهرگان همینجوری که صحبتش بود و شاید شما یک کسی هم اینجا اصلا آشنا بشین قسمت اینجوری بشه حداقلش اینه که ما از نزدیک آشنا بشیم. خلاصه خیلی متشکر از تلفنتون. شبتون بخیر و انشالله همیشه سالم موفق. 4 اکتبر کجا چجوری؟ تبلیغات تلویزیون رویال تایم رو نگاه کنین تو سوشال میدیا. تو فیسبوک من میتونین برین تلفن‌ها رو چک کنین. تو لس آنجلس به هر ایرانی بگین کنسرت اندی نشون میدن همه میدونن. آره. ولی حتما بیا از نزدیک با هم دیگه آشنا بشین. حسن امیدوارم از آشنایی حرکت بزنم. خیلی ممنون از تلفنتون. شبتون بخیر. خیلی خوشحال شدم. مرسی. با امید دیدار. اوکی ولی خداحافظ. انشاءالله. خداحافظ. من فکر میکنم که قشنگترین قسمت کار من، کریر من اینه که بچه‌هایی که کوچک بودن با موسیقی ما بزرگ شدن و الان به سن ازدواج و اینا رسیدن و ما میتونیم بریم اونجا بهشون خدمت کنیم چون اونا یه عمر با گوش کردن به ما، با خریدن آهنگامون، با اومدن به کنسرت ها واقعا به زندگی ما رونق دادن. میدونی و
الان نوبت ما هاست که تو عروسی هاشون میریم و خوشحال بشیم و آهنگای قشنگ شما رو بشنون. مرسی. دوباره اگه اشکال نداره با ما باشید یکی دیگه از آهنگای اندیجان رو بشنون. مثل اینکه میگن که آهنگ آماده نیست، آهنگ آماده یعنی باید یه خود من تو بیشتر حرف بزنیم. خب ما که تو هم بیا الان یه ماید راجع به مرسدس بنز صحبت کنیم. سلام، من هستم از مرسدس بنز انسینو، روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. شعرش هم خودم نوشتم با این فارسی. خیلی خوبه و شیرین. مرسی مرسی. به خاطر این هم که شده من باید یه مرسدس بنز ازت بخرم. تشریف بیاره حتما. انشالله سیمین جان قول داده این کنسرت اینقدر موفق میشه همه یه مرسدس بنز میخره. انشالله انشالله تبلیغات خوبه. البته من شوخی میکنم برای اینکه کنسرت هایی که همین این کنسرت اینقدر ارزونه، بلیتش 20 دلاره و دلیلش هم اینه که کنسرت خانوادگیه، فضای آزاده، در نتیجه جا برای همه هست. حداقل 20,000 نفر ما اونجا جا داریم. در نتیجه مهم نیست که بلیت قیمتش بالا باشه که ما پول در بیاریم. حقیقتش اینه که با همین 20 دلار میشه یه پروداکشن خوب گذاشت، کنسرت خوب انجام داد و افوردبله که خانواده ها 5 نفر 6 نفر با هم بیان کنسرت لذت ببرن. اتاق فرمان علی جان اگه ممکنه که از ویدیوهای اندیجان رو بذاریم. با صد زوج ابرا تو هم عاشقی کردی، دل زدی به دریا. چه احساس قشنگی، تو قلبم تو رو دارم. ببین چه خوبه ای گل، توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم، کنارم تو رو دارم. یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. شستی توی سینه، تو این دل شدی مهمون، شدی لیلی قصه، منم عاشق مجنون. تو گلدون خیالم شدی تک گل احساس، منم برگ خزون بود یه عمری تو رو میخواست. چه احساس قشنگی، تو قلبم تو رو دارم. ببین چه خوبه ای گل، توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم، کنارم تو رو دارم. یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. وسوسه کردی با چشمای خمارت، میخواستی تو بمونم همیشه در کنارت. یا شیون ساختم با صد زوج ابرا، تو هم عاشقی کردی، دلو زدی به دریا. چه احساس قشنگی، تو قلبم تو رو دارم. ببین چه خوبه ای گل، توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم، کنارم تو رو دارم. یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. چه احساس قشنگی، تو قلبم تو رو دارم. ببین چه خوبه ای گل، توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم، کنارم تو رو دارم. یواشکی رو لبهات گل بینندگان عزیز رویال تایم تی وی، خوش اومدید مجدداً. در باره کنسرت های اندیجان صحبت میکردیم، تلفون هایی داشتیم و از اندیجان میپرسیدم که برنامه تور پاییزشون در چه وضعه، چه برنامه هایی دارید و همچنین برای جشن مهرگان چه چیزهای دیگه هست که دوست دارید در خاتمه برنامه ذکر بکنید که بینندگان عزیز بدونن. خواهش میکنم بفهمید. بله، یکی از کنسرت های جالبی که خودم هم انتظار اون روز هستم، به انتظارش هستم، 11 اکتبر در تورانتوست. بله. با کوروس رو صحنه میرم. آه واو، خوب خوب. من و کوروس سالی 2-3 شهر انتخاب میکنیم و بیشترم به خاطر دل خودمون زیاد ناستالژیک راجع به اندی و کوروس، آهنگای قدیمی رو بخونیم و اینا. همیشه هم خوش میگذره. تا الان هم هر شهری بودیم سولدات بوده. امروز هم به من خبر دادن که تورانتو خیلی خوب داره میفروشه و خوشحالم. من و کوروس با سمی بگی اونجا هستیم 11 اکتبر
در اینترنشنال سنتر. تورنتو هم یکی از بهترین شهرهای ایرانی نشینیه که واقعا به موسیقی ایرانی علاقه دارن و کنسرت ها رو همیشه حمایت کردن، ازشون تشکر میکنیم. بعد خب بعد از اون محرم یه چند هفته کنسرت نخواهیم داشت، ولی تو نوامبر حتما 20 نوامبر فیلادلفیا هستم. این اولین کنسرت ما در فیلادلفیا خواهد بود. با بچه های کدوم دات کام داریم کار میکنیم. کنسرت خیلی بزرگی تدارک دیدن. اون بچه هم خیلی به ما ایرانی ها خدمت کردن، ازشون ممنونم. کدوم دات کام در ضمن بلیط های کنسرت اکتبر 4 هم میفروشه و اصولا بلیط های ما رو همه کنسرت ما رو کدوم میفروشه. و الان روی کنسرت نیویورک در نوامبر داریم کار میکنیم و سرازیر میشیم به طرف دبی. بعد اون وقت کریسمس فهمیدین در نوامبر. کریسمس همیشه در لاس کریسمس همیشه در لاس وگاس هستیم که خواهیم بود. نیو ایر همیشه در گلندل هستیم که خواهیم بود. امسال صحبت هست کریسمس به استانبول بریم. به احتمال خیلی قوی میریم. تو دیسمبر 3-4 تا کنسرت بزرگ تو راه هست و این وسط هم خب عروسی ها اینجا اونجا هست دیگه. برای عروس دوماد اون کنسرته، ولی برای ما پرایویت خصوصیه و از اونا فراوونه و خدا نگهشون داره این فنای ما که عروسی میکنن و هنوز ما رو دعوت میکنن. بعضی ها میگن خب الان دیجه ها خیلی معروف شدن تو عروسی ها هستن و من خوشحالم، چون من دیجه ها رو دوست دارم، چون آهنگای ما رو پروموت میکنن و ازشون ممنونم. ولی عروسی که وضعیت مالیشون خوبه، میتونن افورد کنن ارکستر اوریجینال بیارن، خب خیلی خوبه که هم دیجه داشته باشن، محیط دیگه، آره، یه ارکستر محلی داشته باشن، ارکستر عروسی آمریکایی‌ها میگن ودینگ بند داشته باشن، ولی در کنارش خواننده اوریجینال، خواننده ای که آهنگای خودشون میخونه، که یه نفر دوستشون داره، مثل همین خانواده تهرانی که ما رو دعوت کرده بودن هفته قبل، یا من نیویورک بودم این چند روز پیش، یک عروسی مشهدی کلمی 1000 نفر، بیشتر از 1000 نفر مهمان داشتن در هیلتون و چه عروسی با شکوهی. و این باعث افتخاره که هنوز بچه های ما عروس دوماد هیچ کدومشون تو ایران به دنیا نیومده بودن، با موسیقی ایرانی و موسیقی عروس شما عروسانون مال ایتالیا بودن، آدماد مال نیویورک، عروتاشون متولد خارج از ایران، ولی هنوز به لطف پدر مادرشون که موسیقی ایرانی گوش میکنن، هنوز خواننده ایرانی به مهمونیشون میبرن و عروسیشون به عروسیشون میبرن که مهمترین شب زندگیشونه. و من این اهمیت رو چون میدونم، در نتیجه عروسیاشون رو جدی میگیرم و دلم میخواد همه چی پرفکت باشه، که موسیقی ایرانی هر چی بیشتر مهمونی باشه و ما توش دعوت باشیم، بیشتر زنده میمونه. و به نظر من فعلا که خارج از ایران تنها جایی که ما ایرانی ها دوره هم جمع میشیم کنسرت ها و مهمونی های خصوصیه و باید قدرش رو بدونیم، چون اگر اونا نباشه ما ایرانی ها دیگه پخش میشیم به قول معروف آمریکا که بهش میگن ملتینگ پات. اینجا ملتینگ پات، همه ما جذب این ملتینگ پات میشیم. اینه که موسیقی ایرانی رو باید زنده نگه داریم، این دوره هم جمع میشیم اینا رو باید قدرش رو بدونیم. تنها دلیلی که ما ایرانی دوره همش هستیم همین 13 پدر ها، همین مهرگان هاست، همین جشن های خودمونه. و درباره جشن مهرگان مجددن که جشنی از به عنوان تنکسگیوین شکرگزاری، پیغام و چیزی به خصوصی هست که دوست داری ذکر بکنید؟ 4 اکتبر این چند هفته دیگه است و ما داریم بهترین کنسرتمون رو در این روز اجرا میکنیم. درسته که روز هوای خوب لس آنجلس، البته موقعی که ما کنسرت رو اجرا میکنیم بعد از ظهر خواهد بود، از صبح ساعت 10 بهترین دیجه های شهر شروع به کار میکنن، هر نیم ساعت یک دیجه جدید، بله، یک دیجه جدید، بابیکه اونجاست، دیجه ال اونجاست، محسن جان اونجاست، آرین اونجاست، فرامرز اونجاست، دیجه آوا مهرداد اونجاست، یعنی واقعا
7-8 تا از بهترین دیجی های، نه اینکه دیجی های خوب دیگه نیست، ما 50 تا دیجی خوب داریم تو لس آنجلس، 8 تا از بهتریناشون اینجا هستن، بقیه هم که اسمشون نمیارم چون دوستای منم دارن میان، یه حالت سورپرایز میشه، سورپرایز میکنن برای اینکه هر نیم ساعت یه دیجی عوض میشه و موزیک باحال میزنن، رقص به زن و به رقص و شادی تا طرفای 4-4:30 که کنسرت من شروع میشه، که همینطوری گفتم خواننده های سورپرایز زیاد داریم و همه رو میاریم بالا یکی یکی میخونن چون مجلس خودمونیه و it should be fun. به حال پیشا پیش به شما تبریک میکنم برای اینکه این برنامه رو تدریک دادید با رویال تایم تی وی، خانم سینمین تهرانی، و مطمئنم که هم بینندگان و هموطنان عزیزی که میتونن بیان تو کنسرت شما برای این برنامه خیلی خوشحال میشن و شاد خواهند بود و برای همگی ما آرزوی سلامتی خوب و موفقیت داریم. یه چیز بیزنسی دیگه هم بگم، حالا این دوست ما که از سان فرانسیسکو زنگ زده بود گفت بیزنسمن خوبی هستی، اگه بیزنسمن خوبی بودم که الان پولدار بودم، ولی حقیقتش اینه که بیزنس و آرت خواهر برادرن، یعنی هنر بدون بیزنس نمیتونه پیشرفت بکنه و بزرگترین هنرمندای دنیا به خاطر بیزنسمنای کامیونیتیشون به اونجا رسیدن و من خیلی اصرار میکنم به بیزنسمنای ایرانی، اول به خاطر پیشرفت بیزنس خودشون بیان به کنسرت 4 اکتبر، بعد به خاطر پیشرفت موسیقی ایرانی ایران. برای اینکه بودن اونا در اونجا اولا غرفه ها رو بیشتر میکنه، یعنی ما به وکیل احتیاج داریم، به دکتر احتیاج داریم، به بیزنسمن های مختلف احتیاج داریم که اونجا باشن بیزنس خودشون رو پروموت کنن، چون من دارم یک نسل تازه از ایرانی ها، بچه های ما که تو دانشگاه ها هستن و کمتر تو برنامه‌های ایرانی هستن، ما داریم میاریم اونجا، بیزنس‌های ایرانی باید خودشونو به اینا معرفی بکنن ده. چون این بچه‌ها فقط تلویزیون‌های خارجی نگاه می‌کنن و بیزنس‌های ایرانی رو نمی‌شناسن. اینجا جاییه که به این نسل بیزنس‌های خودمونو معرفی ده. کنیم، بهشون بیاریم در بین خودمون، نگرشون داریم، بیزنسشون رو بیاریم تو کامیونیتی خودمون ده. و با این کار کمک می‌کنیم که موسیقی ایرانی اشاعه پیدا کنه و ما دستمون باز باشه کارهای بهتر به کامیونیتیمون بدیم و واسه همینم از تمام کسایی که غرفه ها رو خریدن و خواهند خرید شخصا تشکر میکنم. به هر حال خیلی متشکرم از وقت شما اندی جان، خیلی خوشحال شدم و انشالله همجوری که خدمت رو عرض کردم سلامت خوب و خوش و موفق باشی. قبل از اینکه برنامه رو خاتمه بدیم میخوایم این آخرین آهنگی که شما آلبومت رو دادی بیرون بشنویم با بینندگان عزیز و با اجازه شما خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. پس من آهنگ رو معرفی کنم. بفهمه. چون یکی از بهترین ترانه‌سرای ایران این آهنگ و شعر رو نوشته، پاکسیما زکیپور، دوست بسیار بسیار خوب من، این آهنگم به اسم خونه خالی از بهترین کارهای پاکسیماست و من خیلی بهش افتخار میکنم. آهنگساز و تنظیم کنندش هم فرزاد واسقی از بچه های خوب رشت. تیجان و قربان تو رشتی هستی؟ پدر مادر مال رشت هستم. بله شمالی هستم. فانتاستیک، جای بسیار زیبایی رشت هست. به هر حال پیغام دیگه همین نداشته باشید. مرسی برای حمایتتون. ثانک یو، خیلی متشکر از همگی. با آهنگ اندی جان که آخرش آهنگش رو بودی که گوش میکنیم، اگر این برنامه رو شما کاملا نتونستید ببینید میتونید بعدا توی یوتیوب هم ببینید و مطمئنم که از طرف رویال تایم تی وی خانم سیمین تهرانی اینو مجددا پخش خواهند کرد. به هر حال از وقتتون خیلی متشکر، از وقت شما متشکر. خدا نگهدار تا بعد.
باز میام تو کوچتون دنبال جای پای تو، تنها قدم های منو سن فرش این پیاده رو، میام توی کوچه تو، کوچه که خالی از توه، اما هنوز توی هواش عطر خیالی از توه، میام دم خونه تو، خونه ای که رفتی از اون، در میزنم و میدونم هیچ کسی نیست تو خونتون، رو پله های خونتون با خوش خیالی میشینم، پشت در بسته این خونه خالی میشینم، رو پله های خونتون میرم تو فکر اون روزا، یادم میاد کنار تو چه خوب بودن گذشته ها، چه خوب بودن گذشته ها. دلم میگه یه روزی باز میای کنار پنجره، خوب میدونی که عاشقت پشت در منتظره، خبر داری توی حیات گلای باغچه خوشگیدن، پروانه ها پر زدن و کبوتر ها پر کشیدن، خبر داری که بعد تو به روز من چی اومده، شاید بهت گفته کسی این روز حال من بده، خبر داری همه میگن بعد تو دیوونه شدم، با بی کسی همسایه و با غصه هم خونه شدم، با غصه هم خونه شدم، رو پله های خونتون با خوش خیالی میشینم، پشت در بسته این خونه خالی میشینم، رو پله های خونتون میرم تو فکر اون روزا، یادم میاد کنار تو چه خوب بودن گذشته ها، چه خوب بودن گذشته ها.